بارد سلام به خبر این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 18 ماه اسد سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 ماه آگست سال 2013 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. نگرانی ها از فعالیت های آزادانه هراس افغانان در خاک پاکستان. خواست والی بادغیس برای جلوگیری از نفوذ هراس افغانان در ولسوالی بالا مرغاب. نگرانی وزارت امور داخله از وارد شدن بازیچه های شبیه جنگ افزار در کشور. گروه القاعده تهدید جدی به امنیت امریکا. و تلاش ها برای کشانیدن سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور. مشروع خبرها. فعالیت های آزاد و گسترده شبکه های القاعده و حقانی در خاک پاکستان یک تهدید جدی به امنیت افغانستان است. وزارت امور داخله از جامعه جهانی می خواهد که باید به این معضل به گونه جدی رسیدگی کند. به این همه رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می گوید اگر جامعه جهانی نیروهای امنیتی افغان را با جنگنده ها و تجهیزات لازم مجهز نسازد، افغانستان در سالهای پس از سال 2014 با بحران جدی امنیتی روبرو خواهد شد. نظامیان افغان بزرگترین بار مسئولیت ها را به دوش می کشند. از مسئولیت های امنیتی کشور گرفته تا جنگ و سال. هرچند از چگونگی رویارویی این نیروها در برابر هراس افغانان به ویژه در مهار حمله های گروهی مهاجمان بر بخش های از کشور بارها ستایش شده است. اما از جامعه جهانی از مجهز نکردن این نیروها به گونه درست انتقاد می شود. متاسفانه در طی 10 سال گذشته کمترین توجه به تربیه اردو و پلیس افغانستان برای ظرفیت سازی برای تجهیز ارگان های امنیتی افغانستان شده. بنابراین من فکر میکنم با این توجه کمتری که شده توانمندی ارگان های امنیتی و نیروهای امنیتی افغانستان در برابر دشمن که با یک قوت عمل میکنه بسیار کم و ناچیز است. در سالهای پیش رو احتمال تهدیدهای برخاسته از کشورهای همسایه نظامیان افغان را با آزمون‌های جدی‌تر روبرو خواهد ساخت. تهدیدهایی که بسیاری‌ها به این باورند که جامعه جهانی باید هزمین اکنون با آنها رسیدگی کند. آشکارا و هویداست که یقیناً طالبان در دسترس پاکستان قرار داره و حامیای بین‌المللیشان هم وجود داره و اگر چون این چیزی نمی‌بود حالا طالبان اعلان می‌کنن که ما می‌ریم در سوریه می‌جنگیم. ما طالبان پاکستانی چه مسئولیتی دارن که در برابر یک کشور دیگه میرن می‌جنگن؟ آیا این یک جنبش خودجوش است یا از طرف بیگانه ها یا کشورهای همسایه و منطقه تمویل و تجهیز و تسلیح و دستور داده میشه؟ وزارت امور داخله نیز هرچند تهدیدهای برخواسته از خاک پاکستان را به امنیت افغانستان نگران کننده میداند، اما بر توانایی های نیروهای امنیتی افغان از مهار این تهدیدها تاکید میورزد. اما امیدوار هستیم که جامعه جهانی متوجه عامل اصلی ناامنی در افغانستان شد و او عبارت از این است که باید لانه های تروریستی، لانه های هراس افغانان در خاک پاکستان محو و نابود شود و ریشه هایی خشکانده شود تا نه تنها منطقه آرام شود بلکه دنیا هم از شر این تروریست ها در امان باشد. هرچند امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن پاسخ به نگرانی های امنیتی افغانستان پس از سالهای 2014 گفته شده است، اما از چند بدین سو و در پی گشایش دفتر طالبان در قطر این گفتگوها نیز از سوی دولت افغانستان به حالت تعلیق در آورده شده است. در این مدت واشنگتن بارها به امضای این توافقنامه تاکید کرده است و حتی ماه اکتبر را برای امضای این توافقنامه زمان تعیین کرده است. اما کابل می گوید که در امضای این توافقنامه امنیتی با واشنگتن هیچ گونه قید زمانی مطرح نیست و در این روند باید پیش شرط های دولت افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفته شود. نیروهای پلیس ویژه در ولایت بلخ از تجهیزات کافی برخوردار هستند و توانایی مهار تهدیدهای هراس افغانان را در این ولایت دارند. فرمانده نیروهای پلیس ویژه با بیان این مطلب میگوید این نیروها در سال روان توانستند که بیش از 50 هراس افغان را بازداشت کنند و نیز نقشه های آنان را نابود سازند. اینجا پایگاه مرکزی پلیس ویژه در بلخ است. پایگاهی که در آن صدها تن از نیروهای پلیس ویژه آموزش‌های حرفه‌ای می‌بینند. در اینجا بیشتر چگونگی رویارویی با مهاجمان و نیز مهار تهدیدها به این نیروها آموزش داده می‌شود. تمام تجهیزات ما مدرن است. ما در مورد تجهیزات، اکمالات،
یاشه ما کماندوز هیچ نوع مشکل نداریم و انشالله و رحمان ای وعده را میتون برتون که ما من حیث اولاد این وطن دیگه با اون وطنهای خود وعده دادیم و وعده میتیم که اینمی اولادهای شما مردم با اینمی قامت استوار با می مشتهای آهنین به دهان دشمن خواد کوبید. پس از پایان روند انتقال در ولایت بلخ در کنار دیگر نظامیان افغان، این نیروها بیشتر مأموریت جنگی را به پیش میبرند. مبارزه با هراس افغانی، پیکار با قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از فعالیت‌های هراس افغانان در این ولایت از مهمترین مأموریت این نیروها برشمرده شده است. امکانات ما فوق‌العاده است. درس‌ها، تمرینات، ترنینگ‌ها از طرف مشاورین خارجی و استادای داخلی ترنینگ می‌بینیم همیشه. ما می‌خواهیم که برای وطن خود، برای همه هموطنان خود یک صادقانه خدمت. تجهیزاتی که برای ما داده شده از طرف مثلا وزارت امور داخله و دیگر مراجع، و تجهیزات در اختیار پلیس عادی نیست. تامین امنیت در کشور در گرو بیداری همین نیروهاست. نیروهایی که ظاهرا از سوانحه‌های خوبی برخوردار شدند، اما گفته شده است که از رهگذر آموزشی و مهارت‌های حرفه‌ای و نیز تجهیزات هنوز هم با کمبودی‌های روبرو هستند. ولی بادغیس از باشندگان ولسوالی بالا مرغابین ولایت می خواهد که از نفوذ هراس افغانان خارجی به این ولسوالی جلوگیری کنند. در همین حال فرمانده قول اردوی 207 ظفر می گوید از انگامی که نیروهای ویژه امریکایی این ولسوالی را ترک کردند، اردوی ملی توانسته است حاکمیت دولتی را در بیشتر بخش این ولسوالی گسترش دهد و تاکید می ورزد که نیروهای امنیتی هراس افغانان را از پایگاه‌هایشان در این ولسوالی بیرون راندند. پیش از این فرمانده پلیس بادغیس به تولونیوز گفته بود که هراس افغانان پاکستانی و اعضای نهضت اسلامی ازبکستان به این بخش ها می آیند و باشندگان ولسوالی بالا مرغاب را بر ضد دولت تحریک می کنند. اکنون ولی بادغیس از باشندگان این ولسوالی می خواهد که اجازه ندهند هراس افغانان خارجی آرامششان را بر هم زنند. هر کسان چې در عزیز تاسو امنیت خرابوي، تاسو د تعلیم او د مکتب دروازې باندې د دې ملت دوستان نه دي، او تاسو دوستان نه دي، تاسو د دې خلکو کچیر احیانا تاسو په یو نامه او په بل نامه د دې خلکو سره همکاري کوي، د دې خلکو سره باید همکاري ونه سي، بلکې د دې خلکو په ضد باید تاسو سره یو سي او مبارزه وکړي. در همین حال فرمانده قول اردوی 207 ظفر در غرب از تلاش های تازه اردوی ملی برای مبارزه با هراس افغانان در این بخش سخن میگوید و تاکید میورزد که نیروهای امنیتی توانستند پایگاه های هراس افغانان در بالا مرغاب را نابود سازند. عملا امنیت بالا مرغاب و نیروهای امنیتی به خصوص بیشترین نقشه اردو داره. ما یک کندک از اردوی ملی داریم دیجا در عملا امنیت انکشاف کرده، نه تنها ما به طرف خدا را خواست بعد وضعیت امنیتی را داشتیم، از سال گذشته نسبت به این سال امنیت توسعه پیدا کرده و این امنیت بیشترش حمایت مردم هم بوده. در همین حال والی بادغیس از کارکردهای ولسوالی بالا مرغاب ستایش نمود و از باشندگان این ولسوالی خواست که از نیروهای امنیتی پشتیبانی کنند. کشورهای همسایه می خواهند تا با صادر کردن بازیچه‌هایی که شبیه جنگ افزار هستند به افغانستان، ذهنیت کودکان افغان را تغییر دهند. وزارت امور داخله با تاکید بر این مطلب از تمامی خانواده‌ها می خواهد تا از خیر و دیاری این گونه بازیچه‌ها به کودکانشان جلوگیری کنند. در این حال شماری از روانشناسان می گویند که خریداری بازیچه‌هایی که شبیه جنگ افزار هستند به یک فرهنگ ایدی مبدل شده است. آنان هشدار می دهند که اگر جلو وارد شدن این گونه بازیچه‌ها در کشور گرفتن نشود، در آینده اثرهای ناگواری را بر مفکوره های کودکان بر جا خواهد گذاشت. بازیچه های مشابه به جنگ افزارها در روزهای عید سرگرمی اصلی کودکان افغان را ساخته است. در بازارهای افغانستان انواعی گوناگونی نوع بازیچه ها را می توان یافت، از سلاح های کمری گرفته تا آر پی جی، تانک، چرخ بال ها و حتی وسایل آتش بازی مانند پتاقی. توصیه ما به تمام تجارا و کسب‌وکارها این است که این چیزها را در دسترس اطفال قرار ندهند. یک چیزهایی بیارن که مفید باشند برای جوانها، برای اطفال ما. قلم، کاغذ، کتابچه، کتاب، این چیزها باشند که در سطح تعلیم و تربیت اطفال ما موثر باشند. پدران و مادران در این قسمت باید کوشش کنند که اطفال خود پیسه نتن. اول پیسه نتن، پیسه که میگیرن یک کلش همین سامان بازی میخوان. این مال تجارتی است. دبلاک هفته به یک بچه را زدن در چشمش عیبی کردن کور شد.
در بسیاری حالات حتی خانواده ها نیز سبب تشویق چنین کارهایی می شوند. در این حال شمار از استادان دانشگاه می گویند که این کار در دراز مدت می تواند سبب بیماری روانی در کودکان شود. در دراز مدت اگر ببینیم در واقع یک روحیه آزاردهی را در کودک ها زنده می کند، روحیه اذیت و آزاردهی و به شکل روحیه خشونت در کودک ها زنده می کند و در دراز مدت امکان دارد یک بیماری که به نام سادیسم است. بیماری سادیسم معمولا از آزار و اذیت دیگران لذت می برد. اما وزارت امور داخله می گوید که این نهاد یک جا با نهادهای دیگر در آینده ها مانع ورود این گونه بازیچه ها در کشور خواهند شد. جنگ افزارهای ساختگی میتونه که بالای روان کودکان تاثیر بد داشته باشه. خب یکی از شیوه های تبلیغاتی منفی طالبان و دشمنان هم هست، بخصوص کشورهای همسایه، تا اذهان کودکان مخشوش بسازه. برخی از این جنگ افزارها به گونه ای طرح شدند که تشخیص آن از سلاح‌های واقعی بسیار ساده نیست. در برخی موارد استفاده از بازیچه‌های شبیه جنگ افزار به عنوان یک ابزار سرگرمی کودکان هم فراتر رفته است و مورد استفاده دزدان مسلح و آدم ربایان قرار گرفته است. شمار از باشندگان کابل با انتقاد جدی میگویند که در برخی موارد از جنگ افزارهای پلاستیکی در رویدادهای آدم ربایی و دزدی‌های مسلحانه نیز استفاده می‌شود. اینکه چه زمانی جلو وارد شدن چنین جنگ افزارها از سوی حکومت گرفته می‌شود تا کنون روشن نیست. یما احمدی، تولو نیوز، کابل. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها از تولو. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شبکه‌های منطقه‌ای القاعده را هنوز هم یک تهدید می‌داند. باراک اوباما می‌گوید هرچند واحدهای القاعده نسبت به گذشته ضعیف‌تر شدند، با این هم هنوز این واحدها تهدید به شمار می‌روند. پیش از این واشنگتن 19 سفارت و قنصلگریش را در خاورمیانه و شمال آفریقا به علت تهدیدهای شبکه‌ای القاعده بست. اما اکنون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که 18 سفارت به استثنای سفارت این کشور در یمن به روز یکشنبه دوباره باز خواهند شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می گفت، یک بار دیگر بر ادامه پیکار با هراس افغانی تاکید می ورزد. باراک اوباما می گوید که ایالات متحده آمریکا می خواهد تا ظرفیت برخی از کشورها را تقویت بخشد تا آنها توانایی آماج قرار دادن جنگجویان القاعده را دریابند. در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ناتوان شدن شبکه القاعده خبر می دهد، با این هم وی بر خطر حضور القاعده در شبه جزیره عرب به ویژه در یمن اشاره می کند. از سوی دیگر باراک اوباما در ادامه سخنانش به شهروندان ایالات متحده آمریکا تعهد می سپارد که پس از این برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی این کشور با شفافیت بیشتر انجام خواهند شد. من به گروه امنیت ملی هم هدایت دادم تا بیشتر به گونه شفاف عمل کنند و اصلاحات را در قانون و اعمال ما دنبال کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال بر بمیان آمدن اصلاحات در برنامه‌های جاسوسی این کشور تاکید می‌ورزد که پیش از این ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا افشا کرد که واشنگتن از برخی از شرکت‌های مخابراتی خواسته بود تا تمامی شماره‌های تلفن و زمان برقراری تماس آنها را به حکومت این کشور تحویل دهند. به دنبال فاش شدن این مسئله، مدافعان حقوق بشر حکومت ایالات متحده آمریکا را به نقض حریم خصوصی شهروندانش متهم کردند. و اکنون کاخ سفید می کوشد تا با آوردن اصلاحات در برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی این انتقادها را از میان بردارد. و این هم چند خبر کوتاه از جهان. در تازه‌ترین خشونت‌های قومی و سیاسی در شهر کراچی 4 تن کشته شدند. مقام‌های امنیتی ایالت سند می‌گویند که این افراد در بخش‌های گوناگون شهر کراچی از سوی مردان مسلح ناشناس آماج قرار گرفتند و تاکنون هویت آنان روشن نیست.
در سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش زمین در ژاپن 5 تن جان باختند. به گفته مقام های ژاپنی، باران های شدید در شمال این کشور باعث سرازیر شدن این سیلاب ها و لغزش زمین شده است. این مقام ها می افزایند که این سیلاب ها و لغزش زمین زیان های مالی نیز به همراه داشتند و در حال حاضر عملیات نجات برای پیدا کردن 2 تن دیگر که ناپدید هستند ادامه دارد. رئیس جمهور سوریه برای جلوگیری از پیشروی جنگجویان مخالفش نیروهای هوایی را به ایالت لازقیه فرستاده است. این نیروهای هوایی به تازگی منطقه را در این ایالت آماج حمله های هوایی قرار دادند تا مانع پیشروی جنگجویان مخالف شوند. لازقیه زادگاه خانواده بشارالاسد است و پیشروی جنگجویان مخالف در این ایالت رئیس جمهور سوریه را نگران ساخته است. هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر بر ادامه اعتراضاتشان تاکید می‌ورزند. در حالی که نخست وزیر موقت مصر بر پایان یافتن بیدرنگ این اعتراضات تاکید می‌ورزد، اما هواداران محمد مرسی می‌گویند که تا زمان بازگشت دموکراسی و پایان یافتن کودتا به گونه کامل در مصر به مبارزه‌شان ادامه خواهند داد. خبرهای اقتصادی لحظات بعد تقریبتان می‌گردد. و این هم چند خبر اقتصادی. قرار است مسئولان اداره حمایت سرمایه گذاری ها در افغانستان ماه آینده برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور به شماری از کشورهای خارجی برود. رئیس این نهاد میگوید در این سفر تلاش خواهد شد تا سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در 4 بخش و ویژه بخش صنایع و زراعت در افغانستان تشویق شوند. طرح سیاست تشویق سرمایه گذاری در مرحله انتقال به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران افغان در خارج نیز ارائه می‌گردد. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان تصویب طرح سیاست تشویق سرمایه گذاری در مرحله انتقال را برای جذب سرمایه گذاری های خارجی سودمند می دانند و می گویند معرفی امتیازهایی که در این طرح برای سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شدند توجه سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب خواهند کرد. تنها خارجی ها در بخش خدمات بیشترین سرمایه گذاری را انجام داده، اما ما امیدوار هستیم که بعد از این سفرهایی که ما به کشورهای خارجی داریم و انشالله از ماه سپتامبر سال جاری آغاز میشه، سرمایه گذاران خارجی برای اولین بار در سکتور صنعت و زراعت هم ما کوشش میکنیم که در این دو سکتور و بیشترین سرمایه گذاری کنه و همچنان در سکتور خانه‌سازی، چون می سه سکتور بسیار مهم است. در مادن خو قبلا هم تقاضا موجود بود، فقط و منتظر تصویب قانون مادن هستند. قرار است مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه مانند پاکستان، هند، چین، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای اروپایی سفر کنند که نمایندگان بخش خصوصی و برخی از مقام های بلند پای دولت نیز با آنان خواهند بود. از ماه سنبله به هیچ مواد نفتی که مخالف استاندارد ملی افغانستان باشد اجازه داخل شدن و کشور دادن نخواهد شد. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد میگویند مهلت 1 ماهه که برای واردات مواد نفتی به کشور پیش از این قرارداد شده بود در آخر ماه روان به پایان میرسد و از آغاز ماه سنبله استانداردهای ملی افغانستان به گونه جدی عملی خواهند شد. مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد میگویند که بر بنیاد پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع و منظوری ریاست جمهوری برای واردات مواد نفتی که پیش از این از ایران خریداری شده بود تا پایان ماه اسد مهلت داده شده است که با استاندارد مربوطه آن وارد کشور شود و پس از آن استانداردهای ملی افغانستان عملی خواهند شد. در ختم ماه اسد مطابق استانداردهای ملی این کار صورت خواهد گرفت، هیچ مهلت دیگر داده نخواهد شد. هر تیلی که در مخالفت با استاندارد ملی باشد برایش اجازه تورید داده نمی‌شود.
بر بنیاد اطلاعات مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد، از زمانی که آزمایشگاه‌های سنجش کیفیت مواد نفتی و گاز مایع در بندرهای اسلام قلعه، نیمروز و ترغندی ایجاد شدند، در روزهای نخستین در حدود 40 تانکر مواد نفتی که مخالف استانداردهای ملی کشور بودند، دوباره رد شدند. به گفته مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد، کیفیت مواد نفتی که از ایران، عراق و ترکمنستان وارد کشور می‌شوند، توسط این آزمایشگاه‌ها سنجش می‌شوند. همکار ما میرسید صدیقی هستند تا خبرهای ساعت خبرهای ورزشی را تقدیمتان کنند. سلام بر شما، میشه خبرهای ورزشی را به ما بیننده تقدیم کنند؟ تشکر، یک سلام خدمت شما. بعد از وقفه انشاءالله در خدمت دوست هستیم. سلام دوستان، توجه کنید به چند خبر ورزشی. دومین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن قرعه‌کشی شد. در گروه الف این رقابت‌ها طوفان اریرود، سیمرغ البرز، موشوهای آمو و دسپین غربازان در برابر هم قرار گرفتند و در گروه ب شاهین آسمایی، دمیوان هتلان، دعباسین سپه و عقابان اوندوکش روی در روی هم می‌ایستند. در نخستین دور این رقابت‌ها که 31 ماه حسد برگزار می‌شود، طوفان اریرود در برابر دسپین غربازان به میدان می‌رود. در ادامه رقابت‌های وشوی قهرمانی جوانان آسیا، ورزشکاران افغانستان به دو پیروزی دست یافتند. مرتضی اوتک در وزن 52 کیلوگرم مبارز ویتنامی را شکست داد و روی دور بعد شد و نصیر احمد لوگری در وزن 56 کیلوگرم در راوند دوم رقیب اندونزیایی خود را با ضربه فنی از پا درآورد و جواز حضور به دور بعد را به دست آورد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 36 کشور آسیا در فیلیپین برگزار شدند. تیم فوتبال طوفان اریرود در یک بازی دوستانه تیم فوتبال بهمن فردوسی ایران را در هم کوبید. در این دیدار که در میدان فوتبال کارگران ایران برگزار شد، طوفان اریرود قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان 6-0 میزبانش را به زانو درآورد. در این دیدار غلام رضا یعقوبی خوش درخشید و 3 گل از 6 گل تیمش را به ثمر رساند. گل های دیگر این دیدار را امیدالله کریمی، جلال افشار و رفیع الله بارکزی وارد دروازه بهمن فردوسی کردند. طوفان اریرود برای قهرمانی در دومین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان از 4 روز بدین سو برای برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های فوتبال ایران در مشهد به سر می‌برد. تیم ملی کرکت افغانستان باز هم نامیبیا را شکست داد. در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 50 آور 290 دوش را برای نامیبیا هدف تعیین کرد. اما نامیبیا نتوانست هدف تعیین شده را انجام دهد و مغلوب افغانستان شد. تیم ملی کرکت کشور فردا باز هم در یک دیدار 50 آوره در برابر نامیبیا به میدان می رود. این ملی پوشان کرکت کشور در یک دیدار 4 روزه نیز نامیبیا را شکست داده بودند. وضعیت آب و هوای فردا از همکارم. فردا کابل نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 29. کندهار نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 28. جلال آباد بارانی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 28. و سرانجام شهر هرات نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. از همراهیتان تا این دم سپاس. بقیه شب خوش، خدا نگهدار. تشکر از همراهیتان تا این لحظه.